مسئولان امنیتی تخار تا یک نشست خبری از کاهش جرم های جنایی بازداشت 155 نفر به اتهام انواع جرایم جنایی خبر می دهند. با گفته قماندان امنیت تخار، این افراد در یک ماه گذشته از مرکز اولسپالی های این ولایت بازداشت و به نهاد های عدلی و قضایی معرفی شدند. قماندان امنیت تخار می گوید برنامه های امنیتی چون را افزایش دادند و از مردم می خواهد در این راستا با نیروهای امنیتی همکاری کنند. مجموع که 115 مثلا دا مجرمین دستگیر شوي دي چې په دې کې 15 کسان زموږ د توریزم مدیر هغه دستگیر کړي دي، او په دې کې تقریبا 3 کسان مواد مخدر هغه دستگیر کړي دي، 95 کسان د جنایي په جرم باندې هغه دستگیر شوي دي. آقای حذیفه می افزاید تمام نیروهای امنیتی با یونیفرم مشخص ملبس شدند و به هیچ کس اجازه نمیدهند بدون یونیفرم با سلاح گشت و گذار کنند. سلاح را همه اجازه به کسی نمیدیم و به هیچ کس اجازه نمیدیم از اسلحه امارت اسلامی سو استفاده بگیره، چی در بخش نظامی اگر رسمی باشه یا غیر رسمی. غیر رسمی رو ما مکمل بند کردیم که در ساها، در ولی ساله ها، در قصبات بگرده با مسلح و شب و روز اجازه نمیدیم. باشندگان تخار اما نگران بازداشت های خود سرانه هستند، هرچند که از تدابیر امنیتی در این ولایت ابراز خرسندی میکنند. طوری که شما مشاهده میکنید، ما هم مشاهده میکنیم، روز به روز ازدحام مردم در شهر بیشتر شده، رای رفت روی مردم بیشتر شده، رای تعقیبات های انسانی و سرادتیات ما ببینیم به چی حالت. اینمی خود شاهد و گواهی ازی است که امنیت روز به روز خوب شده میکنم. افزون بر تشکیل پلیس اردو، قماندان امنیت تخار از ایجاد 3 قطعه عملیاتی دیگر خبر داده می گوید این قطعات در صورت تهدیدات فوراً وارد عمل می شوند.